با درود به شما بینندگان گرامی برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. با من فریبا شیرازی همراه باشید با مهمترین رخدادهای هفته گذشته. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تلاش‌های اعضای سنا برای اعلام حمایت یا مخالفت نسبت به توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی. گزارشی داریم از بحران پناهجویی در اتحادیه اروپا. مروری داریم بر گفته‌های اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از نظارت استصوابی شورای نگهبان دفاع کرده و گفته که از باطل شدن انتخابات 88 جلوگیری کرده. از درگیری‌های اخیر ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان پکاکا خواهیم گفت و بهنام امینی خبرنگار ما در این کشور با ما همراه خواهد شد با تازه‌های منطقه. با ما همراه باشید. هفته گذشته حمایت سناتورهای آمریکایی از توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی ادامه یافت و روز چهارشنبه 18 شهریور ماه تعداد موافقان به 42 نفر رسید. این تعداد از حامیان توافق به اندازه است که رئیس جمهوری آمریکا برای تایید نهایی آن دیگر نیازی به استفاده از حق وتوی خود ندارد. با اعلام حمایت 4 سناتور دیگر از توافق جامع هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، تعداد اعضای مجلس سنای آمریکا که از این توافق حمایت می‌کنند به 42 نفر رسید. در صورتی که حامیان توافق اراده کنند، می‌توانند جلوی رأی‌گیری در مورد طرح رد این توافق در مجلس سنا را بگیرند. بر اساس رویه درونی مجلس سنای آمریکا، مذاکرات در مورد یک طرح حد زمانی ندارد، اما اگر 60 عضو از 100 سناتور به کفایت مذاکرات رأی دهند، مذاکرات متوقف و رأی‌گیری انجام می‌شود. اما اگر مخالفان توافق جامع با ایران نتوانند رأی لازم برای تصویب کفایت مذاکرات را مهیا کنند، سناتورهای دموکرات می‌توانند با تقاضای ادامه نامحدود مذاکرات عملاً جلوی رأی‌گیری را بگیرند. روز سه‌شنبه سناتورها ران وایدن، گری پیترز، ریچارد بلومنتال و ماریا کنتول از توافق وین حمایت کردند و شمار بلوک حامیان را به 42 نفر رساندند. در مقابل سناتور دموکرات اهل ویرجینیای غربی جو منچین اعلام کرد که با توافق مخالف است. در مجموع 4 دموکرات در سنا با توافق مخالفت کردند. جاش ارنست سخنگوی دولت آمریکا در واکنش به حمایت تعداد بیشتری از سناتورها از توافق اتمی گفت دولت از افزایش شمار حامیان توافق اتمی با ایران در کنگره آمریکا احساس خوشنودی می‌کند و انتظار دارد که این سناتورها اقدامات لازم را برای جلوگیری از تضعیف توافق اتمی با ایران در کنگره به عمل آورند. در تحول دیگر مائیر داگان رئیس پیشین موساد در انتقاد تند تازه‌ای از نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته است از ادامه کشمکش با رئیس جمهور آمریکا دست دارد. رئیس پیشین موساد روز دوشنبه 16 شهریور ماه در سخنانی در همایش سالانه بررسی‌های امنیتی و امور ضد تروریسم خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت مشکل ایران است نه باراک اوباما. آقای داگان گفت نتانیاهو با درگیری با رئیس جمهور و دولت آمریکا منافع اسرائیل را به مخاطره انداخته و به جای آنکه توان خود را معطوف حل معضل اتمی ایران کند با اوباما سرشاخ شده است. و گفت نتانیاهو درگیری با اوباما را به یک سیاست راهبردی مبدل کرده ولی باید آن را خاتمه دهد. رئیس پیشین موساد گفت آقای نتانیاهو باید رویه جواب دادن در رسانه‌ها به اظهارات اوباما در مورد توافق هسته‌ای با ایران را پایان دهد. رئیس پیشین موساد این اظهارات نتانیاهو را که گفته بود ایران یک خطر برای آمریکا نیست هست مورد تمسخر قرار داده است. به لحن تمسخرآمیزی گفته است موشک‌های ایران هرگز قادر نیست آمریکا را هدف قرار دهد.
بحران پناهجویی به یک معضل تازه برای اتحادیه اروپا تبدیل شده. سازمان ملل اعلام کرده که بر اساس برآوردهای انجام شده در طول یک سال آینده دست کم 850 هزار پناهجوی دیگر با گذر از دریای مدیترانه خود را به مرزهای اروپا خواهند رساند. نحوه برخورد با این پناهجویان موجب نگرانی فعالان و نهادهای حقوق بشری شده. به تازگی صحنه‌ای از برخورد خشن یک فیلمبردار مجازی با پناهجویان خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. این فیلمبردار زن از کار اخراج شد. سازمان عفو بین‌الملل سیاست کشورهای اروپایی درباره پناهجویان را نامنسجم خواند و خواهان تغییر جدی این سیاست‌ها شد. جاندال حسن مدیر سازمان عفو بین‌الملل در امور کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی روز چهارشنبه 18 شهریور به خبرگزاری فرانسه گفت میزان رنج در میان پناهجویانی که از خشونت و تجاوز به حقوق انسان‌ها گریختند به اندازه‌ای رسیده که در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی سابقه نداشته است. عفو بین‌الملل از رهبران اروپایی خواسته است تا حمایت‌های خود را از کشورهایی که در خط نخست دریافت پناهجویان هستند افزایش دهند. این درخواست در حالی منتشر می‌شود که کشورهایی مانند مجارستان، یونان و ایتالیا با بحران ناشی از ورود ده‌ها هزار پناهجو در مدت اندکی به مرزهای خود روبرو هستند. سازمان عفو بین‌الملل در این حال خواسته است تا محدودیت‌های سفری برای پناهجویان داخل اتحادیه اروپا برداشته شود. سازمان عفو بین‌الملل همچنین در مورد استفاده بی‌مورد از خشونت و زور علیه پناهجویان نیز هشدار داده است. طی دو روز گذشته درگیری‌های میان پلیس و مهاجران در یونان و مجارستان رخ داده است. در حال حاضر دست کم 370 هزار پناهجو خود را به اروپا رساندند. صدها نفر نیز جان خود را از دست دادند و انتظار می‌رود شمار قربانیان همچنان با سرعتی کم سابقه افزایش یابد. همزمان زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان روز سه‌شنبه 17 شهریور گفت این کشور در سال‌های آینده می‌تواند هر سال حدود 500 هزار پناهجو را بپذیرد. بنابر گزارش‌ها در سال 2015 حدود 800 هزار نفر پناهجو وارد آلمان خواهند شد که 4 برابر تعداد سال 2014 و در تاریخ کشورهای اروپای غربی رقم بی سابقه است. آقای گابریل گفت سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز باید سهم عادلانه‌ای از جمعیت وسیع پناهجویان را که از جنگ و فقر در خاورمیانه و آفریقا می‌گریزند قبول کنند. معاون صدر اعظم آلمان گفت ما نمی توانیم هر سال 1 میلیون مهاجر را پذیرفته و همه آنها را در جامعه آلمان ادغام کنیم. در استرالیا نیز دولت این کشور اعلام کرده که به چند هزار پناهجو اجازه ورود خواهد داد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا گفت این کشور 12 هزار پناهجوی عراقی و سوری را که به خاطر شرایط بحرانی کشورشان آواره شدند خواهد پذیرفت. بنابراین گزارش پذیرفته شدگان از میان اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی انتخاب می‌شوند که به کشورهای اردن، لبنان و ترکیه پناهنده شدند. تصمیم دولت استرالیا به قبول شماری از پناهجویان سوری و عراقی در واکنش به فشار افکار عمومی در آن کشور اتخاذ شده است. طی روزهای اخیر هزاران تن از مردم استرالیا با برگزاری تجمع‌هایی با عنوان تاریکی را روشن کنید خواستار پذیرش پناهجویان سوری شدند. این تجمع‌ها به یادبود کودک یک خانواده پناهجوی سوری برگزار شده که در راه سفر دریایی به اروپا غرق شد. در خبری دیگر پترا لازلو فیلمبردار تلویزیون آنلاین در مجارستان که اقدام به لگدپرانی به مهاجران در حال فرار از دست پلیس کرده بود از کار اخراج شد. روز گذشته به هنگامی که مهاجران در منطقه رشکه قصد عزیمت به سمت بوداپست را داشتند با ممانعت پلیس روبرو شدند. پترا لازلو یکی از خبرنگارانی بود که برای پوشش این درگیری به محل اعزام شده بود. تصاویری که توسط اشتفان ریشتر خبرنگار آلمانی به روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، این فیلمبردار مجاری را در حالی نشان می‌دهد که با جفت پا انداختن موجب می‌شود مهاجری که کودکی را نیز در آغوش دارد به زمین بیفتد. تصاویر دیگری وی را در حالی نشان می‌دهد که اقدام به لگد زدن به یک دختر نوجوان مهاجر می‌کند
که در حال فرار از دست پلیس است. اقدام وی خشم فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان را برانگیخته است. به نوشته گاردین، در صورت شکایت از پترا لازلو و محاکمه وی، ممکن است این فیلمبردار راستگرا به 5 سال زندان محکوم شود. به نوشته گاردین، در صورت شکایت از پترا لازلو و محاکمه وی، ممکن است این فیلمبردار راستگرا به 5 سال زندان محکوم شود. پترا لازلو فیلمبردار تلویزیون آنلاین اینوان تیوی است که گفته می شود از نظر خطیمش سیاسی به حزب راستگرای ژوبیک گرایش دارد. مهاجرانی که در اردوگاه روشکه نگهداری می شوند در اعتراض به عدم ثبت نام توسط مسئولان مهاجرت مجارستان تلاش می کنند با ترک این اردوگاه خود را با پای پیاده از طریق بوداپست به اتریش و آلمان برسانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت نظارت استصوابی شورای نگهبان، این شورا را چشم بینای مردم و نظام در انتخابات خواند و از نتایج انتخابات سال 88 دفاع کرد. آقای خامنه‌ای با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هم گفت تا 25 سال دیگر اسرائیل وجود نخواهد داشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد تند از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل گفت تا 25 سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت. به تأکید کرد آمریکا دشمنی خود را پنهان نمی‌کند، یکی لبخند می‌زند، یکی مصوب علیه ایران تهیه می‌کند. دنبال چیزی به نام مذاکره با ایرانند، اما مذاکره وسیله است برای نفوذ و تحمیل خواسته‌هایشان. رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای هم گفت ما فقط در قضیه هسته‌ای به دلایل مشخص با مذاکره با آمریکا موافقت کردیم و مذاکره کنندگان ما هم خوب ظاهر شدند، اما در عرصه‌های دیگر با آنها مذاکره نمی‌کنیم. آقای خامنه‌ای همچنین به مسئله انتخابات اشاره و تصریح کرد متاسفانه یکی از عادت‌های بدی که بعضی در داخل دارند این است که در سلامت انتخابات تشکیک کنند. اینکه در سال 88 ما در مقابل اصرار کسانی برای باطل کردن انتخابات ایستادیم برای این است که از حق و ناس و رأی مردم دفاع کردیم. و با دفاع از عملکرد شورای نگهبان گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است و بخشی از همان حق و ناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. این سخنان آقای خامنه‌ای پاسخی به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتقاد از شورای نگهبان تلقی می شود. رهبر ایران روز گذشته همچنین در دیدار با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش آنچه که دنبال روی برخی کشورهای اروپایی از سیاستهای به گفته او خصمانه آمریکا در قبال ایران است را غیر منطقی دانست و گفت البته اتریش جز این کشورها نیست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به سوال آقای فیشر درباره آینده روابط ایران و کشورهای اروپایی گفت تاکنون صحبت‌هایی از طرف دولت‌های اروپایی مطرح شده است، اما باید منتظر آثار عملی این اظهارات بود. رئیس جمهوری اتریش نیز در این دیدار گفتگوهای خود با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را خوب توصیف کرد و گفت ما نیز به آینده خوشبین هستیم و تاکید کرد فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های مشترک به وجود آمده است. حسن روحانی صبح روز سه‌شنبه بحران سوریه، مشکلات کشورهای منطقه و تروریسم را از جمله محورهای مذاکرات با رئیس جمهوری اتریش ذکر کرده بود. رئیس جمهوری اتریش در آستانه سفر به تهران در یادداشتی در روزنامه دولتی ایران با استقبال از توافق هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده بود که پس از پایان مثبت گفتگوهای هسته‌ای راه حلی نیز برای درگیری‌های خونین سوریه، عراق و یمن پیدا شود. آقای خامنه‌ای گرچه تاکید کرده تهران فقط درباره موضوع هسته‌ای با آمریکا مذاکره خواهد کرد، اما در این حال ممنوعیتی برای گفتگو با کشورهای اروپایی درباره مسائل دیگر و از جمله مسائل منطقه‌ای اعلام نکرده است. رئیس جمهوری اتریش پیش از سفر خود اعلام کرده بود که در دیدار با مقام‌های ایرانی به موضوع حقوق بشر هم خواهد پرداخت. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با رئیس جمهوری اتریش انجام گفتگو
نیروهای تئوری و عملی مشترک میان دو کشور با محوریت حقوق بشر را گام مؤثری برای رسیدن به درک متقابل از مفهوم کرامت انسانی خواند و گفت توقع ما از غرب این نیست که پیشفرض‌های خود را درباره مسائل حقوق بشری به تمامی جوامع تحمیل کند. بر اساس گزارش قوه قضاییه ایران، رئیس جمهوری اتریش نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت توجه به مفاهیم حقوق بشری گفته با شما موافقم که در هیچ کشوری حقوق بشر به طور کامل رعایت نمی شود، اما این موضوع نباید به هدف غایی ما که رسیدن به شأن و منزلت انسانی است لطمه وارد کند. هاینز فیشر روز سه‌شنبه همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار کرد. منابع خبری به نقل از یکی از اعضای خانواده محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه هفته گذشته خبر دادند که از 22 مرداد ماه وی در اعتراض به حکم اعدام و وضعیتش در زندان اعتصاب قضایی تر کرده است. آقای طاهری که با راه اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه در سال 80 به ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 90 بازداشت شد. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یکی از اعضای خانواده محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه خبر داد که او از 22 مرداد ماه در اعتراض به حکم اعدام و وضعیتش در زندان اعتصاب قضایی تر کرده است. این عضو خانواده آقای طاهری که در این گزارش اشاره به نام او نشده است، روز سه‌شنبه 17 شهریور اعتراض به حکم اعدام، نداشتن وقت کافی برای ملاقات با وکیل و زندانی شدن به دلیل جرم‌های مرتکب نشده را از جمله دلایل اعتصاب قضای او ذکر کرد. وی همچنین با اشاره به صدور حکم اعدام برای آقای طاهری با استناد به فتوای سه مرجع تقلید از آنان خواست تا نظرشان را شفاف و به طور رسمی اعلام کنند. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که سه تن از مراجع تقلید حکم ارتداد طاهری را صادر کردند. پس از آن برخی از وبسایت‌ها از جمله سایت مشرق نیوز از ناصر مکارم شیرازی، لطف الله صافی گلپایگانی و محمد علی علوی گرگانی به عنوان مراجع تقلید نام برده و تصویر فتوای آنان را نیز منتشر کرده بودند. با این حال خبرگزاری کار ایران ایلنا 10 شهریور به نقل از آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرده بود که حکم به ارتداد صحت ندارد، ولی ایشان انحرافات فراوانی دارند و شرکت در کلاس‌های ایشان جایز نیست. آیت الله علوی گرگانی نیز در پاسخ به سؤالی نوشته بود که هیچ گونه فتوای قطعی مبنی بر ارتداد آقای طاهری داده نشده است. این عضو خانواده آقای طاهری با اشاره به این گزارش ها گفت در حکمی که به رویت وکلای او رسیده قید شده حکم اعدام به استناد گفته سه مرجع تقلید صادر شده است. حال اگر واقعا به نظرشان آقای طاهری مفسد فلعرض نیست، رسما اعلام کنند. این عضو خانواده آقای طاهری همچنین گفت که او توبه نکرده برای اینکه کار خلافی انجام نداده است. وی تاکید کرد کتاب‌های او از وزارت ارشاد مجوز انتشار گرفتند. تدریسش هم در جای مخفی نبوده. او در مؤسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی حلقه درس می‌داده که مجوز رسمی داشته است. محمد علی طاهری که با راه اندازی مؤسسه به نام عرفان حلقه در سال 80 به ارائه خدمات درباره طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 90 بازداشت شد. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آقای طاهری یک بار دیگر نیز در سال 89 بازداشت شده و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی آزاد شده بود. پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری به صدور حکم اعدام برای آقای طاهری اعتراض کردند. هواداران محمد علی طاهری نیز در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند و تعدادی از آنها نیز بازداشت و زندانی شدند. آقای طاهری در تیر ماه سال 93 در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران نوشته بود که بازجویان و بازپرس‌ها او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. او همچنین گفته بود که به علت شکنجه های وارد شده بر خود در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب قضا کرده است.
ترکیه در واکنش به کشته شدن 16 سرباز ارتش این کشور روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق را زیر آتش گرفت. ساعتی بعد اعلام شد که 10 مأمور پلیس ترکیه در انفجار دیگر جان خود را از دست دادند. در پی افزایش تنش و خشونت میان نیروهای نظامی دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان PKK، مقر حزب دموکراتیک خلق که از مخالفان دولت و حامیان کردهاست، در آنکارا هدف حمله گروهی خشمگین قرار گرفت. ده‌ها جنگنده ترکیه در نخستین ساعات روز سه‌شنبه 17 شهریور مواضع حزب کارگران کردستان PKK را در شمال عراق بمباران کردند. یک منبع امنیتی روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت در جریان این حملات ده‌ها عضو PKK جان خود را از دست دادند. بر این اساس انبارهای آذوقه و زاغه‌های مهمات از جمله در بلندی‌های قندیل هدف حمله بودند. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه شمار جنگنده‌ها را بیش از 50 فروند، مدت زمان حمله را 6 ساعت و شمار قربانیان را 35 تا 40 نفر اعلام کرد. این حملات واکنش دولت ترکیه به کشته شدن 16 سرباز این کشور هستند. ارتش ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که 16 سرباز این کشور در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان حکاری در جنوب شرقی ترکیه جان خود را از دست داده‌اند. PKK مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه در آنکارا در واکنش به کشته شدن 16 سرباز ترکیه گفته بود مناطق کوهستانی باید هر طور شده از وجود این تروریست‌ها پاکسازی شوند. روز سه‌شنبه اندکی پس از حمله جنگنده‌های ترکیه به شمال عراق، تلویزیون دولتی ترکیه خبر داد که در انفجار یک مینی‌بوس در استان یگدیر در شرق ترکیه 10 افسر پلیس این کشور کشته شدند. حمله‌ای که روز یکشنبه به کشته شدن 16 سرباز ترکیه منجر شد، خونین‌ترین حمله PKK از زمان پایان آتش‌بس این گروه با دولت ترکیه بوده است. آنکارا از روزهای پایانی ماه ژوئیه مواضع PKK در جنوب ترکیه و شمال عراق را زیر آتش گرفت. اندکی پیش از آن پلیس ترکیه در جریان عملیات ضد ترور حدود 600 نفر مظنون به عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و حزب کارگران کردستان را دستگیر کرده بود. این عملیات گسترده پلیس واکنشی به حمله تروریستی شهر سوروچ بود. در پی حملات متقابل ترکیه و PKK آتش‌بس دو ساله دو طرف شکسته شد. PKK از 30 سال پیش مسلحانه با دولت ترکیه مبارزه می کند. این درگیری ها بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشتند. آنکارا اتحادیه اروپا و آمریکا PKK را سازمانی تروریستی می دانند. دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2012 گفتگوهای صلح را آغاز کردند. در ادامه این گفتگوها و در بهار سال 2013 آتش‌بس میان دو طرف اعلام شد و قرار بر آن شد که مبارزان حزب کارگران کردستان از ترکیه خارج و در شمال عراق مستقر شوند. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 17 شهریور از درگیری سپاه با نیروهای پژاک خبر داد. ایرنا به نقل از حسین سیباتی اسک فرماندار خوی نوشت درگیری شامگاه دوشنبه در اطراف روستای بلسور در منطقه مرزی خوی رخ داده است. بر این اساس در این درگیری 2 عضو پژاک و 2 عضو سپاه کشته و 5 عضو پژاک و 2 نیروی سپاه زخمی شدند. روز 9 شهریور هم فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه اعلام کرده بود در درگیری نیروهای سپاه با نیروهای به گفته او ضد انقلاب تعدادی از این افراد کشته و زخمی شدند. بهمن ریحانی گفته بود در این درگیری ها مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات نیز ضبط شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم همزمان به نقل از امیر شاه آبادی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه نوشته بود که در درگیری های غرب کشور تعدادی از نیروهای گروه پژاک در استان کرمانشاه کشته و یا زخمی شدند. امیر شاهبادی به آمار دقیق تلفات پژاک اشاره نکرده، اما گفته بود که در این درگیری سروان پاسدار عبدالحمید حسینی یکی از نیروهای قرار
قرارگاه شهید کاظمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده است. ترکیه از 10 روز پیش مرز خود با ایران در کاپیکوی را بست. این نقطه مرزی ترکیه در مقابل مرز رازی در شهرستان خوی قرار دارد. ناامنی‌های شرق ترکیه علت تعطیلی مرز اعلام شد. همچنین مقام‌های ایرانی اواخر ماه مرداد در واکنش به حمله به کامیون ایرانی در ترکیه مرز بازرگان در آذربایجان غربی را بستند. هفته گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هنوز کارهای زیادی تا پایان سال جاری میلادی باید انجام شود تا مشخص شود ایران در گذشته به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده یا نه. بر اساس نقشه راهی که در کنار توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رسید، ایران باید تا پایان سال جاری میلادی اطلاعات و اسناد کافی درباره گذشته برنامه اتمی خود را به آژانس ارائه کند تا این نهاد بتواند درباره صلح‌آمیز بودن یا نبودن این برنامه اظهار نظر قطعی داشته باشد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 16 شهریور در نشست شورای حکام آژانس گفت کارهای بسیاری تا پایان سال باید انجام شود تا آژانس بتواند پیش از پایان موعد تعیین شده با قاطعیت بگوید جمهوری اسلامی پیشتر در قالب برنامه هسته‌ایش در صدد تولید تسلیحات هسته‌ای بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران در کنار توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های جهانی که نزدیک به 2 ماه پیش حاصل شد، بر سر نقشه راهی با آژانس هم به توافق رسید که بر اساس آن مقام‌های تهران متعهد شدند اطلاعات کافی درباره پیشینه برنامه هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهند تا این نهاد دیدبان سازمان ملل بتواند بر مبنای آن گزارش ویژه مرتبط با این موضوع را در ماه دسامبر منتشر کند. گزارش ویژه‌ای که در ماه دسامبر منتشر خواهد شد درباره ابعاد احتمالاً نظامی هسته‌ای ایران در گذشته خواهد بود، مسئله‌ای که در یک دهه گذشته همواره از مهمترین منابع ایجاد هراس و ابهام پیرامون بلند پروازی‌های هسته‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران بخش مهمی از توافق جامع ایران و گروه 5 بعلاوه یک برای پایان دادن به یک دهه بحران بر سر پرونده هسته است. توافقی که هسته‌اش محدود کردن دامنه برنامه اتمی ایران در برابر رفع تحریم‌های فلج کننده جامعه جهانی علیه این کشور است. یوکی آمانو در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت ایران اسناد و توضیحات مکتوب مرتبط با موضوعات مهم و برجسته گذشته و حال را در تاریخ 24 مرداد به آژانس ارائه کرده است. به گفته او آژانس این اسناد را بررسی خواهد کرد و سپس در تاریخ 24 شهریور ماه سوالات تکمیلی را برای ایران ارسال خواهد کرد. آقای آمانو همچنین تاکید کرد که نسبت به پایان این مأموریت در مدت زمان تعیین شده هیچ نگرانی خاصی ندارد. به گفته او بررسی‌های آژانس بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت‌ها خواهد بود و نتایج آن تا نیمه دسامبر منتشر خواهد شد. ایران به طور منظم در حال همکاری با این نهاد بین‌المللی است و به نظر همه چیز مهیای اجرای مفاد توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. سخنان یوکی آمانو همزمان با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان شد که از روز دوشنبه 16 شهریور در وین پایتخت اتریش آغاز شد. در این نشست آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود که 5 شهریور ماه منتشر شد، با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران در شرایط کنونی اعلام کرد در یکی از نقاط محوطه نظامی پارچین شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز بوده است. گزارشی که با واکنش رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد و او آن را مضحک خواند و گفت ساخت و ساز در پارچین ربطی به آژانس ندارد.
در تحولی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت ورود مجلس برای تصمیم گیری درباره برجام خبر داد و گفت مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی باید این معاهده را بررسی کند و این حق مجلس شورای اسلامی است. آقای ولایتی درباره تحریم ها هم گفت آمریکایی ها و متحدانشان که سرمنشأ این تحریم ها هستند باید تحریم ها را لغو کنند تا ما هم به تعهداتمان عمل کنیم و اگر قرار باشد ایران به تعهدات خود در مذاکرات وین عمل کند اما طرف مقابل به تعهداتش که لغو تحریم هاست عمل نکند این کار صورت نخواهد گرفت. در همین زمینه روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای توضیح درباره توافق اتمی در نشست کمیسیون ویژه بررسی توافق اتمی در مجلس حضور یافتند. آقای شمخانی در این نشست تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید در خصوص برجام تصمیم گیری کند. همزمان سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین اتمی ایران با انتقاد از توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت با پذیرش برجام مذاکره کنندگان ایرانی حتی از حقوق تصریح شده در توافق ژنو هم عقب نشینی کردند. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که تحولات این کشور و منطقه را دنبال کرده. مذاکرات صلح با کردها پایان یافته. اعلام رسمی این موضوع از سوی آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه یعنی آب پاکی بر روی دست همه کسانی که در طی این سه سال امید داشتن این مذاکرات به سرانجام برسه. بدبینی نسبت به پیکاکا و حزب کردی دموکراتیک خلق در ترکیه افزایش پیدا کرده. ملی گرایان خواستار انحلال حزب کردی هدپ شدند. آقای اردوغان اما با یک درجه تخفیف گفته باید مسئولیت پارلمانیشان لغو شود. صلاح‌الدین دمیرتاش یکی از رهبران حزب کردی هدپ حزب عدالت و توسعه را متهم کرده که تحت پوشش حمله به داعش اهداف دیگری در سر دارد، از جمله تضعیف کردها در سوریه و تجدید انتخابات در ترکیه. ناتو و ایالات متحده امریکا از انجام عملیات نظامی ترکیه بر علیه پکاکا و داعش حمایت کردند. قرارداد ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه میان ترکیه و امریکا نهایی شده و استفاده امریکا از پایگاه اینجلیک به منظور نبرد با داعش قطعی شده. ترکیه با رویکرد جدید خودش نسبت به داعش و پکاکا چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ واقعیت اینه که ترکیه کردها رو چه در این کشور و چه در سوریه تهدیدی برای امنیت ملی خودش تلقی می‌کرد. در عرصه داخلی حزب کردی هدپ با کسب 13% آرا در انتخابات پارلمانی موجب شد تا حزب عدالت و توسعه نتونه دولت مستقل تشکیل بده. همینطور پیشروی های اخیر کردهای سوری و احتمال ایجاد یک حکومت کردی مستقل در سوریه بیشتر به این نگرانی دامن می زد. جدا از آن که تسلط اونها بر نوار شمالی سوریه عملا رابطه ترکیه با مرکز سوریه رو قطع می کرد. از این رو در رویکرد جدید ترکیه دو گزینه بیش از همه محتمل خواهد بود. نخست در حوزه سوریه تشکیل منطقه حائل در شمال این کشور از تحرک بیشتر کردهای سوری جلوگیری خواهد کرد و احتمال تشکیل حکومت مستقل از سوی اونها رو سخت میکنه. نزدیک به 2 میلیون آواره سوری مانده بر سر دست دولت ترکیه میتونه به این منطقه منتقل بشن. فراتر از این مخالفین سوری مورد حمایت ترکیه در این مناطق میتونن با دست بازتری فعالیت داشته باشن. و در عرصه داخلی جو ضد کردی به وجود آمده. با توجه به عملیات‌های مکرر پکاکا در ترکیه احساسات ملی‌گرایان ترک رو بیش از پیش تحریک خواهد کرد. ملی‌گرایان همیشه منتقد به آقای اردوغان و به ویژه مخالف مذاکره با کردها حالا احتمالاً نگرش نسبی مثبتی به اقدامات اخیر آقای اردوغان و حزبش خواهند داشت. از این رو در صورت تجدید انتخابات پارلمانی این شانس برای حزب عدالت و توسعه وجود خواهد داشت که این بار با کاهش آراء کردها موفق به تشکیل دولت مستقل بشه. اما در سوریه بیشک نقشه سیاسی سوریه در طی ماه‌های آینده متأثر از رویکرد جدید ترکیه و امریکا خواهد بود.
ارتش فرسوده اسد که کمتر از نیمی از خاک سوریه رو در کنترل خودش داره در مواجهه با مخالفین میانه رو که حالا با قدرت بیشتری از سوی ترکیه حمایت میشن احتمالاً امتیازات فراوانی رو از دست خواهد داد. باید دید ترکیه به عنوان بازیگر مهم این صحنه در ماه‌های آینده این گزینه‌های احتمالی رو چگونه مدیریت خواهد کرد. ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود، شب و روز شما خوش.